خشم همایون دانشار بالای ابراهیم عابد و افشای رازهای عجیب آن در طلوع. برای اولین بار همایون دانشار رئیس ابراهیم عابد از رسوایی ابراهیم عابد پرده برداشت. در ادامه این ویدیوی جنجالی با ما همراه باشید. اگر هم دوست داشتید این ویدیو را لایک کنید تا به دست دیگران هم قرار بگیرد. از طریق میدیاهای آزاد یا شبکات اجتماعی ما امروز متوجه شدیم که چقدر مردم ما را ما احترام میکردیم به شخصیتش، به دانشش، به علمش. ابراهیم عابد انگار دو چهره در بدن دارد. او گاه سرزنده و در برخ مواقع هم این گونه است. دلم اخ در زیر دلم اخ اخ تا اخ داریم او تا هنگ کرونا خواهد ساقی آمرا دریا اتگاه باز من گفتم اخ خواه امی مناسب بود که نمی قسم اخ بگویی خواه گفت ساقی آمرا دریا نالش کرد آخر کرد با من گفتم اخ چرا قم اخ بگویم ایت ضرور نبود که اخ می گفتی خود. ابراهیم عابد اخیراً در تک تاک انگوش شمار مردم شده. رفتارهای غیر معمول این کمدین سرشناس افغانستان باعث حیرت دوستداران و نزدیکانش نیز گردیده است. لایف های او در تیک تاک و طرز صحبت او هم کاملا مورد توجه قرار گرفته. ابراهیم عابد زمانی هم در طلوع بی‌رقیب بود. در واقع در قلب و ذهن مردم فرمان روایی میکرد. اما پشت پرده چی جریان داشت؟ همایون دانشار به نحو همکار و رئیس ابراهیم عابد در تلویزیون طلوع و رادیو آرمان بود. او با نشر یک ویدیو از خود به صورت غیر مستقیم پرده از رفتار همکارانش در طلوع برداشت. همایون دانشار میگوید متاسف است برای کسانی که روزه برایشان به نهایت احترام میگذاشت، از اینکه چهره واقعی آنها را در ظاهر خوبشان پنهان کرده بودند و امروز با کارهایشان باعث سرفکنده شدن خود و دوستانشان شده. او در این ویدیو که خواهید شنید از شخص خاص نام نمیبرد، اما شما هم مانند بقیه کاربران متوجه خواهید شد در مورد چه کسی دقیقا حرف میزند. قسمت از حرفهای همایون دانشار را با هم بشنویم. دوستان عزیز سلام، امیدوار هستم در هر کجای دنیا که هستین جور سلامت و سرحال باشین. بعد از سقوط وزنا معلوم شد، کسایی که در خارج هستن در هر کجای که هستن که کیها در کدام سطح هستن، کیها امو وقار و منزلت خود پایین آوردن و کیها بلند بردن و کیها در جای خود هستن. از طریق میدیاهای آزاد یا شبکات اجتماعی ما امروز متوجه شدیم که چقدر مردم ما را ما احترام میکردیم به شخصیتش، به دانشش، به علمش. اما امروز متاسفانه برامو آدم ها عشق میریزیم و به خودم عشق میریزیم که ما چقدر احترام از اینا را داشتیم، این بنام آن و بنام های مختلف. امیدوار هستم که دوستان عزیز ما خفا نشن و یک نظر بود البته که نکنین به خاطر چهار قرانی که میه خودم خراب نکنین، ملتتان، مردمتان هم خراب نکنین. بعد از نشر این ویدیو از سوی همایون دانشار بسیار مخاطبی را ابراهیم عابد و شماری هم خانم نادیه نایاب را عنوان می کنند. اما گذشته از آن در خبرهای دیگر هم حکایتهای وجود دارد که ابراهیم عابد رفتار شایسته با همکارانش در طلوع داشته است. اما گاه این رفتار خوب به خشونت کشیده شده و دلیل آن هم نوشیدن الکل بوده. البته بیشتر کارمندان مرد در طلوع معروف به نوشیدن الکل بودند و اینگار نوشیدن الکل در داخل تلویزیون طلوع یک چیز عادی بوده است. این اخبار از میان کارمندان طلوع بیرون درس شده بود که ویدیوی آن همچنان موجود است. شما چه فکر میکنید دوستا؟ آیا مخاطب همایون دانشار ابراهیم عابد است یا شخص دیگره؟ با اینکه بیشتر کاربران با آقای عابد اشاره داشتند. اگر دوست داشتید ویدیو را لایک کنید و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. دلم اخ در زیر دلم اخ اخ تا اخ داریم او تا هنگ کرونا خواهد ساقی آمرا دریا اتگاه باز من گفتم اخ خواه
امی مناسب بود که نمیر کسی مخ بگویی؟ خوب گفت ساقی ها مرا دریا نالش کرد آخر کرد با من گفتم اخ چرا قم اخ بگویم؟ ایت ضرور نبود که اخ میگفتی؟ خود او داره و آهنگه در کنج دلم اخ در زیر دلم اخ داره و آهنگ اخ داره خو آهنگ اخ داره؟ آهنگ و گناه ما چیست وقتی اون هرمانده امی شیر متوجه شو کسی که میگه در کنج دلم اخ در بیخ دلم اخ در جان دلم اخ سیکو کی را میگه؟ میگه در جگر اخ در جگر او کسی که کار داره در دل او که کار داره که اخ بگوه امی کی را میگه؟ در بیسات کی را میگه؟ کی را میگه؟ او امیر جان اگه خانم خدا میگه او ششک خدا میگه او جان خدا میگه تو مثلا یک دانه باد پکر میگی اخ او رینال مثلا نیمی قسم میشه یک ترموز تو میگی اخ ترموز میبینی اخ ترموز خوب تو مقبوله که بس میبینه کسی میگه اخ اخ او در کنج دلم اخ او کتی خانم خود میشه نمیگه ای خانم در کنج دلم اخ در بیخ دلم اخ در جان دلم اخ اینی چه یخ استفاده میشه بر پدرکت رحمت یخ اینی چه استفاده میشه خما گفتم دو آهنگ هم استفاده میشه دیگه دو آهنگ و آهنگ برای کی خانده برای عشق خود خانده اینا رو که اگه عشقت می بود تو به ادنه قنده مت گفتم که تو برای ترموز و اخ میکدی برای ترموز